اونا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. ای کوهی من، ای بلند آواز اسماعیل، ای وارث آزاده هابیل، ای مرزدار سرزمین من، می آیی از دیروز پیروزی، فردا ولی تلخ است، فردای لرزیدن در زیر بارانی که خونین است، فردای هر روزی، گویی که از پشت هزاران سال اینان هنوزم با تو بیگانند، اینان نمی دانند خون تو در خورشید ایرانی هر روز جوشیده است، وین رنگ سرخ جاودانی را اینان نمی دانند درد تو بر خورشید پوشیده است. فریاد کن خوب من در مرگ فرزندت، نوباوه معصوم دلبندت، آنجا کنار کوه ماموستا چشم انتظار توست، کاکم رشید اینجاست، ملا و دکتر دست در دستند، گرد سواران رشید از پشت شب پیداست. ای کوهی من کاک کردم، باز دنیا به رنگ شعر خواهد شد و عطر کردستان در نفتزار این جهان بندی کاخ سپید و سرخ جاریتر از پروانه خواهد شد. نوباوه معصوم دلبندت بر بام کردستان افسانه خواهد شد. علیرضا نوریزاده، جمعه 25 نوامبر 4 آذر ماه به شما سلام میکنم. امروز مصاحب من آزاد نویسنده ایست که یادم نمیره در نوروز امسال، نوروز گذشته، ضمن صحبت هایی که میکردیم گفتم حمید دانشجوها کجان؟ چرا نمیان؟ یک لبخندکی زد و گفت میان، امسال سال سرنوشته و دقیقا پیشبینیش درست از آب در. حالا من امروز با چه زحمتی او رو پیدا کردم، زیر فشار ناراحتیه و خواهش کردم با ما باشه. درود بر حمید آصفی عزیزم. عرض سلام خدمت آقای دکتر و بینندگان محترم. پیش پیش معذرت میخوام که در شرایط عادی نیستم که با شما صحبت میکنم، بنابراین یک وضعیت سیاری الان هستم، در حال جای ماشینم و فرصتی پیش اومد که بتونم در خدمت شما و بینندگانتون باشم. حمید جان، اگر هر موقع احساس کردی نگرانی بود، چیزی بود، به ما خبر بده، ما ترتیب دیگری خواهیم داد. اول ازت میخوام این همه مدت که با هم صحبت نکردیم یک گزارش کلی از اوضاع بده، از این خیزشی که بچه های دبیرستانی و دانشجو و زنان عزیز و همه توشن و الان رسیده به اعتصاب. چه اعتقادی داری خوده؟ خب من از مدت ها پیش خدمت شما، برنامه شما و مطرح میکردیم که جامعه ایران در وضعیت جنبشیه و جامعه ایران به سررسید مطالبات تاریخی خودش در نزدیک
تحولات عینی که در درون جامعه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سقوط معیشت، به لحاظ تحولاتی که در درون ساختار حکومتی جمهوری اسلامی شکل گرفته بود، همه اینها نشون دهنده این بود که اقشاری رو به شدت و به سرعت منقلب میکنه. صدای من هست یا رفت؟ بفهم. این افکاری گستری هم به صحنه میاد. خب تمام زمینه های عینی این که جنبش بزرگ یا یک به تعبیر دیگر ابر جنبشی رو در ایران ما ببینیم و شاهد باشیم، که در این 40 سالی جمهوری اسلامی با یه همچین پدیده خودشون هم مواجه نبودن. خب لازم بود جرقه زده بشه و این جرقه میتوانست کسی دیگری باشه، پدیده دیگری باشه، اتفاقی دیگری باشه. ولی خب به نام زنده یاد دختر بزرگمون، دختر عزیزمون، دختر شریفمون مهسا امینی خب و خونش چنان برکتی داشت که همه ایران میشه گفت به صحنه و همه ایران رو متاثر کرد. جنبش دانشجویی که آقایون یک دهه با سرکوب خونین، با سرکوب شدید امنیتی و قضایی و اخراج مواجه کرده بود جنبش دانشجویی رو، اینها تصورشون بر این بود که جنبش دانشجویی از دست رفته، جنبش کارگری پراکنده است و جوانان هم دنبال هایهوی مثلا جوانی خود. ولی ما دیدیم که همه چیز برعکس شد. یعنی اون زمینه هایی که ما در جنبش دانشجویی می دیدیم به شدت این گسل رو فعال کرد. در جامعه نسل آخر 70 و دهی 80 رو و حتی میرسه به دهی 90 که دانش آموزان هستن، یعنی چند پدیده رو و چند گستر بزرگ اجتماعی رو فعال کرد که کار اینجا رسیده که الان ما با جنبش دانشجویی هم سر کار. کانون این حرکت چون زن بود، زنان قرار گرفتن ساز بودن و بعد جوانها، اینه که جمهوری اسلامی نفهمید و نمیتوانستن بفهمه که از کجا داره میخوره و از کجا داره به اصطلاح جامعه و جامعه ایران به چالش. بنابراین ما الان هم تیرو استوبت هایی در سالهای گذشته و خصوص سال گذشته کردیم، تاریخ ایران در خوده و ما وارد یک ابرجنبشی شدیم که چندین ابرجنبشی دیگه رو با خودش به دنبال میاره و میرود به اینکه یک سرآمد تاریخی رو در ایران رقم. حمید جان، نکته جالب به نظر من این گستردگی این خیزش یا انقلاب یا هر چی اسمشو بگذاریم، عدم تمرکزش در یه جا که رژیم بتونه خورد کنه، داغون کنه. اما یه سوالی اینجا مطرحه، تا چه حد این جنبش تاثیرگذار بوده روی عوامل سرکوب، بسیجی، سپاهی؟ آیا عدم نشر و پخش تمام نیروهاشون دلیلش بس ترسشونه که این نیروها میتونن تفنگ رو برگردونن و این نیروها هم بالاخره بخشیشون از جامعه هن، از مردم هن. نظر شما چیه در این زمینه؟ خب ببینید آیه، کلن بدنی نیروهای انتظامی و امنیتی عموما از اقشار متوسط و رو پایین جامعه هستن و این فرهنگ، این انقلاب فرهنگی در اثر وقایع چند سالی اخیر و جرقش با شهادت مهسا شکل گرفت، خانواده های اینا رو هم درگیر و به یک نوعی این بدنه هم الان داره تمام مشکلات جامعه ایران اقتصادی و اجتماعی داره میکشه، خصوصا برای اینا که الان به هر حال سمت نظامی انتظامی دارن، اینا هم دارن میکشن. لذا میگید که ارادی سرکوب در پایین کوتاه کمتر شده، مرخصی ها زیاد شده، خود را به مریضی زدن زیاد شده،
در این که در یک پهنا و گستره بزرگ جغرافیایی الان این جنبش چیز شده پخش شده، میگفت یک فرسودگی هم در بدنه و خستگی هم در بدنه ایجاد کرده، اما در رابطه با ساختار خود قدرت و اون الیت و اون اولیگارشی نظامی و روحانی ما هنوز شاهد این که اونجا دوچار تفرقه بشه، اونجا دوچار یک به اصطلاح جناح‌بندی بشه که سر نوع مواجهه با این جنبش به اختلاف جدی بر بخورن، فعلا ما این علامت رو نمی‌بینیم. یعنی علامت که بخوایم روش تحلیل سیاسی بزنیم. ارتش چطوره که تالا سکوت کرده؟ خب ببینید آقای دکتر، ارتش فرماندهانشون که عموما سپاهی هست، یارشون سپاهی هست و ارتش به گونه ای سازمان پیدا کرده که اساسا نمیتواند وارد ارتش اجتماعی بشه. زمانی شاید جمهوری اسلامی اگر این پور امنیتی که در حال پارش شدنه، ما الان جنبشمان این نکته رو بگم که ما در مرحله پارش شدن پور امنیتی هستیم، یعنی این که الان 17 نفر که بازداشت شده و همین مقدار آدم هم در آزاد گرفتن و بعد آزاد کردن و میشه گفت هزاران هزار کادر جوان و سیاسی تربیت شدن، این میره و به اون سمت که اون پول امنیت، یعنی بازداشت برا موضوع بشه، زندان برا موضوع بشه، ترس از زندان ریخته بشه و ریخته اون فروریزش ترس ملی رو که همیشه ما صحبت میکردیم اینجا داره خودشونشون میده. جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه این پول امنیتی پاره نشه، چون اگه تور امنیتی پاره بشه باید با تور نظامی بیاد جلو، کاملا باید با تور نظامی بیاد جلو. جامعه داره این تور رو پاره میکنه. اگر ما یعنی جامعه بتواند تور نظامی امنیتی رو پاره بکنه، جمهوری مجبور، جمهوری اسلامی مجبور وارد تن کردن تور نظامی و استفاده از نیروهای ارتشی که شامش کردیم. نیروهای ارتش در اون مقطع لازم رو برای سرکوب ندارن و ای بسا دست به تمرد بزنن و به هر حال به یه شکلی حتی تجهیزات و سلاح‌های خودشون رو زمین بگذارن و یا اینکه یک فرار گسترده از پادگان ها شکل بگیرن. بنابراین ارتش در این مقطع به دلایل مختلف و مکانیزم‌های کنترلی که جمهوری اسلامی روش داره و اینکه غیر سیاسیه وارد نمیتونه بشه، در صورتی که جمهوری اسلامی نیروی کم بیاره و بخواد وارد پهن کردن تور نظامی بشه و با تمام قدرت بخواد با مردم مقابله بکنه، اونجاست که شاهد شکاف جدی و فروپاشی جدی ارتش و پیوستنش به جنبش ملی خواهیم. کامل و جامع. نکته دیگه که میخوام ازت بپرسم، تو که در صحنه هستی، شمول و گسترش این جنبش تا کجاست؟ یعنی در واقع وقتی بررسی میکنی چند درصد از مردم توی صحنه‌ن، چند درصد از مردم همدلن با این جنبش؟ حالا ممکنه بعضیاشون روی ترس رو هرچی، ولی من میبینم دیوار ترس فرو شکسته و این فقط در ایران نیست، در خارج هم هست. شما این تظاهراتی که در خارج از ایران صورت میگیره شگفتی آوره. من 42 ساله اینجام و همچی چیزایی رو ندیده بودم. حتی در جنبش سبز ما همچی چیزی ندیده بودیم، تظاهرات 4000 نفر 5000 نفر. شما الان صحبت 100000 نفر در برلین میکنی، 50000 نفر در تورنتو. نخست وزیر کانادا میاد با مردم ایران هم صدا میشه. آیا این اسباب رضایت مردم در جنبش هست؟ آیا مردم خوشحالن که دولت ها کلا رو از سرشون برداشتن و به جنبش بزرگ مردم ایران حرمت میگذارن؟ همه اینها برمیگرده به اون سطح وسیع و کمی که جنبش ملی ایران الان به صحنه اومده. وقتی جامعه ایران اینجا فعال میشه، به موقع اولا جامعه ایرانی خارج از کشور رو هم به شدت فعال کنه. در حال مسئولیت سنگینی بر حیطه اهالی رسانه و نیروهای خارج از کشور هست که تا اینجا به نظر من نمره کاملا قبولی گرفتن و دستمریزات داده شد که توانستن به هر حال
صدا همگام با مردم ایران، صدای ملت ایران باشن و احزاب مدنی و نیروهای و حتی دولت‌های اونجا فشار بیارن که از جنبش ملی ایران، از جنبش آزادی خواهی و دموکراسی‌های ملت ایران و عدالت‌های ملت ایران حمایت بکنن. بنابراین این بر میگرده یه رابطه دیالکتیکی هم‌افزایی وجود داره بین داخل و خارج. البته خب طبیعی اگر داخل به رکود برود احتمالاً در خارج هم این رکود به اصطلاح رخ میده. ولی تمام علامتون میده جمهوری اسلامی برخلاف این که فکر میکرد با چهار رئیس جمهور رو تونستن مدیریت کنن، چهار رئیس جمهور متفاوت از مثلا جناح خودشون کنن و الان به یک حلقه کاملا بسته بسته تبدیل شدن و اینکه توانستن جنبش های بزرگی رو از جنبش 196 98 رو جمع بکنن. تصورشون این بود که میتونن این جنبش رو هم جمع بکنن. این جنبش جمع شو نیست، یعنی تیر از کمان خارج شده و دست نسل افتاده غیر متمرکز که یک خودسازمانگراهی مستقل و شبکه یک جامعه شبکه‌ای که حتی عادت کرده قطع اینترنت، یعنی قطع اینترنت هم خیلی دیگه تأثیری نداره به دلیل اینکه شبکه‌های اجتماعی عینی شده و به طور عینی شما میبینید ما الان جنبش ما به سطح فراخوان رسید، یعنی فراخوان نه الان از چهره‌های سیاسی یا احزاب، همین نیروهای میدانی و نیروهای لیدری که در سطح جامعه هستن، اینها وقتی میگن روز اعتصاب یا فردا تظاهرات شما میبینید که برحال 50 تا 200 شهر چیز میشه، یعنی جنبش مرحله فراخوان ها رسیده و این داره سیر تعالی خودش رو طی میکنه که اگر اون آلترناتیو تاریخی و اون بلوت تاریخی شکل بگیره از معدل خواسته های جامعه ایران از داخل و خارج شکل بگیره و آدرس سیاسی برای جامعه باشه، این رو شما بدانید که فراخوان ها از حالت محله محور، از حالت الان که مورد ناشناخته باشن و فقط شبکه های اجتماعی باشه در یک خانه سیاسی جاگیر میشه و خانه سیاسیه که همسوی با مردم و مردم همسوی با اون امر مبارزات اجتماعی خودشون رو جلو میبرن. ممنونم ازت. تمام این نکات و نقاطی که روش تأمل میکنی برای ما جالبه. کمتر کسی مثل شما عمیقاً به این جنبش نگاه کرده و من دیدم دیگه صحبتاتو از قدیم نه از حالا. خب یه سوال دیگه ازت دارم، نقش زنان رو تا چه حد در این جنبش مؤثر میدونی؟ در زنی که مادر با پسرش میاد یا با دخترش میاد تو خیابون چقدر مؤثر میدونی؟ اتفاقا من همیشه میگفتم جمهوری اسلامی بزرگترین خبط تاریخی این خواهد بود که بخواهد با زنها، زن رو یعنی اون تفکر جزمیت و دوگمای ایدولوژیکیش رو بخواد کامل بر این طبقه حاکم کنه و اگر جامعه زنان تکون بخورن دو سه خطر و آفت بزرگی میتونه که میتونه جنبش ملی ایران رو به خطر بندازه. یکی این که شکلی شخصیت های که فر الهی و فر ایزدی رو میخوان به دنبال خودشون بیارن یا شخصیت های کاریزماتیکی که میتونن به یک آمریت سیاسی جدیدی تبدیل بشه، با آمدن زنها به عنوان پیشقرابولان این جنبش و مرکزیت پیدا کردن درون این جنبش، خطر اقتدارگرایی عادی و خطر قدرت های غیر پاسخ کاملا دیگه از بین رفت و این مسئله به نوعی که در جامعه ایران با روحیه جامعه ایران داره، وقتی که حضور زنها اولا در عالی ترین شکل حالت مسالمت آمیز جنبش رو حفظ میکنه و در این حال یک شوق و یک غیرت و یک به اضطراب اراده رو در جامعه مردان هم ایجاد میکنه که به صحنه ایران و اجزاله هم که بازن ها برخورد بکنن. به هر حال الان نشون داده شد که زن ایرانی رنسانس ایرانی سکولار خودش تهی کرده، رنسانس ایرانی مبتنی بر عدالت زن و مرد رو تهی
نشون داده که این جامعه زنان ایران جامعه کاملا دموکراتیک هستند و کاملا مسالمت جو و در این حال به شدت نتونستن در نهادهای دیگه در نهادهای مدنی و در پار جنبش های دیگه نقش آفرینی خودشون رو داشته باشن. و باید واقعا تشکر کرد به همه آنانی که از خانوهایی که به صحنه اومدن، از جوانانی که به صحنه اومدن، و یاد کنیم از نزدیک به 400 خورده ای که به شهادت رسیدن و صدها نفر که چشمشون از دست دادن و زخمی شدن. و این آینده ایران در حال ساختنه، آینده ایران رو با حضور این زنها و با حضور جنبش مهسا و با حضور این جنبش ملی و با اشکال متنوع که مسلمت آمیزه و با اون مؤلفه های پیشین، افق ایران یک افق دموکراتیک، یک افق مترقی و یک افقیست که میشه گفت انسان ایرانی گام بزرگی رو به سمت اون مطالبات تاریخی خودش داره جلو میبره و به دست میبره. آصفی عزیزم، در نگاهی که به جنبش آدم میکنه، مثلا در کردستان اینجور احزاب کرد اولا با هوشمندی و ذکاوت تمام ادعاهای رژیم مبنی بر جدایی طلبی و اینا رو ریختن تو سطح آشغال و فریاد زدن ژینا دختر ایرانه، دختر کرد ایران، و به نظرم کار بزرگ کرده. همطور تو بلوچستان، همینطور در خوزستان. و این طرح نظام رو برای اینکه بتونه ایجاد تفرقه کنه، متهم بکنه اقوام ایران رو به جدا طلبی، بر باد داد، بر آب داد و رفت. الان تمرکزشون رو دادن رو کردستان و میکوبن. یعنی تو ببین چند نفر کشتن تو این 3-4 روز. آیا به گمانت این تمرکز به جاهای دیگه منتقل خواهد شد؟ مثلا بلوچستان رو، بلوچستان خیلی کشتن، آذربایجان، خوزستان، مناطق دیگه. چه اعتقادی داری؟ جمهوری اسلامی تمام کارت‌های خودش رو تقریبا میشه گفت رو کرده. از کردستانی که همیشه متهم به تجدید طلبی بود، وقتی که جوان کردستانی به شهادت میرسه میگه برای من کرده، برادر من کرد بود، سنی بود، ولی برای ایران شهید شد. مهسا امینی که قلب تپنده و کانون جنبش، دختر ایران شد، دخت ایران زمین شد. و احزاب کردی واقعا جای تشکر داره، علی‌رغم همه موشکباران ها و همه تحریکاتی که علیشون کردن، دست به سلاح نبردن و دست به سلاح هم نخواهند. و من از همینجا آرزو میکنم که یک روزی یک رئیس جمهور کرد و حتی اگر رئیس جمهور کرد زن، و نشون بدیم به جهانیان که ما ملت ایران علی‌رغم همه کثیر ملی بودن خودمون، اقوام خود، تکثر و اقوامی که وجود داره، ما ایرانی هستیم. ما به فرهنگ ایران، به وحدت ایران، به وحدت ارضی ایران پایبندیم. تمام این ادعاهایی که حکومت‌های استبدادی روی خلق کرد، روی خلق بلوچ و روی خلق عرب و خلق‌های دیگه داشتن کاملا بی اساس. و این نمایش و نماد اون اصطلاح وحدت ملی بوده که میشه گفت ما به زیبایی اینجا جامعه نشون داد و یه تودهنی محکمی جمهوری اسلامی. خب اجازه بده همین جنگ درنگ کوتاهی بکنیم، لازمه. تو در اون جایی که نشستی خسته و بسته، یه نفسی تازه کنی و دوباره برمیگردیم. با ما باشید. با درود به کیوان کلهر، این هنرمند برجسته آزاده، امروز تولدش بود. کیوان عزیز، تولدت مبارک باشد که در ایران آزاد تولدت رو جشن بگیری. مثل همه اون آخرین توییتشه، دماوند غیرت کن و آتش فشان شو. خب حمید عزیزم، برگردیم به صحبتون. این حرکتی که در خارج از ایران شد، 100,000 نفر برلند، 50,000 نفر تورنتو،
ده ها هزار نفر واشنگتن، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، این پل سان فرانسیسکو پر شد. این چه بازتابی در ایران داشت؟ چه تأثیری داشت؟ خب قبلن هم از کردم خدمتون در سال پیشین، اینها یک رابطه مکمل هم با و جامعه ایران متوجه شده و میشه ایرانیان خارج از کشور و عزیزانی که در خارج هستن، فرزندانشون که در خارج هستن، به فکر وطنشون هستن و وطنشون رو دوست دارن و اگه شرایط سخت بود شاید اینقدر ما مهاجرت از ایران نمی داشتیم. بنابراین یک شارژ روحی و روانی و یک در حال اعتماد، مهمترین مسئله اعتماده که جمهوری اسلامی هر کس حالا پاش خارج بوده زود بستنش به این که بله چون این خارجه جای گرم نشسته، جای مثلا بیخیال ایرانه، برن زندگیشون رو میکنن، در حالی که اینجوری نیست. من خودتون بهتر میدونی که چه بسا بسیاری از ایرانیان الان با مشقت اونجا دارن زندگی میکنن یا دلشون در گروه ایران دوست دارن همین فردا برگردن. بنابراین این نمایش وحدتی که داخل خارج مرزی وجود نداره و این مرزهای مصنوعی و اینکه هر کس با خارجش رابطه داره مثلا حتما از دایره ملی یا از دایره حالا آقایون اسلامی خارجه، یه حرف پوچ بی اساسی. واقعا ایرانی‌ها نشون دادن که چقدر جایی که باید بروغشون بدرخشه جز به پیشرفته ترین مرد بودن که به زیبایی شاید من در تاریخ معاصر کم میدم سایر جنبش های کشورهای دیگر که اینجور داخل خارج گام به گام دارن با هم پیش میرن. خب عزیزم، باز تمرکز روی مسئله میدم، تأثیر تغییر مواضع دولت های بزرگ روی جنبش چه بوده؟ خب ایران بی تأثیر نبود. شما ببینید الان مسئله برجام اینها چقدر پی با عقب نشینی و چقدر با دادن مثلا خواستن امتیازات و چقدر با مذاکرات فرشوی قضیه برجام جلو برن، دیدن که نه واقعا اگر برای یک دولت عاقل و یک دولتی که مبتنی بر منافع ملی یک نگاه ملی در درون کشور بیفته، این از درون جامعه ایرانه. این جامعه ایرانه که میتونه دندانهای حتی اطفی حکومت بگیر. این جامعه ایرانه که میتونه بگه آقا ما نیازی به حضور میلیشیاهای ساخته در منطقه نداریم، حضور نظامی در منطقه نمیخواییم داشته باشیم. ما به دنبال این هستیم که با همه همسایگان باشیم، به دنبال این هستیم که به جای اینکه به ارتش میلیشیا درست بکنیم، نیروهای نیابتی درست بکنیم، اقتصاد ما بره اونجا، صادرات ما بره اونجا و اینا چیزهایی هستن که در درون جنبش وجود داره. و بنابراین این حرکتی که ایرانیا کردن و لابیگری گسترده ای با احزاب اروپایی و امریکایی جامعه مدنی اونجا کردن قطعا روی سیاستمداران قدرت های بزرگ تاثیر گذاشته و الان شما تو اروپا میبینید که گردش خیلی شدیدتر شده تو آلمان و توی فرانسه به دفاع از جنبش مردم ایران. بنابراین قطعا بی تاثیر نیست و مهمترین مسئله این است که جمهوری اسلامی توی این قضیه الان نزدیک سه ماهی که جنبش رخ داده داره به اصطلاح اون ناپایداری سیاسی خودشو و اون وضعیت شکننده سیاسی که در کشور هست داره نشون میده. بنابراین کشورهای بزرگ، کشورهای همسایه، کشورهایی که میخوان واقعا یک رابطه عادی با ایران داشته باشه به این نتیجه دارن میرسن که به اصطلاح با این ساختار و حکمرانی که وجود داره این روابط محقق نمیشه، این روابط اقتصادی محقق نمیشه، این به نظم و نرمهای بین المللی بیان همه اینا را از جمهوری اسلامی بخوان نمیشه، بلکه باید به جامعه مدنی و به جامعه جنبشی ایران و به اهدافش نگاه دیگر و حمایتگرایانه سیاسی معنوی داشته باشن. و این مسئله خب خیلی تا این لحظه به نظر من تأثیر خودشو نشون داره و انزوای جمهوری اسلامی رو روز به روز پیش از پیش نشون میده. آقای آصفی، در این میان نقش روسیه
و این قربون صدقه که این دوتا برای همدیگه میرن. پهپادهای ایرانی در روسیه مردم شجاع و دلاور اوکراین رو میکشه، ویران میکنه. دیروز دیدیم چه کرده بودن پر این روز. این در مردم چه تأثیری داره؟ چه جور نگاه میکنن؟ آیا واقعا روسیه رو به عنوان دشمن ملی خود پذیرفتن؟ 100%. ببینید، زمانی که هواپیمای اوکراین مسافری اوکراین به جمهوری اسلامی زد، یه معمایی بود. چرا اینجوری شد؟ چرا جمهوری اسلامی یه هواپیمای این معما کش شد؟ یعنی معما روشن شد که جمهوری اسلامی قرار بود با توجه به خبرهایی که به حال روس‌ها داده بودن که میخوان عملیات به قول خودشون ویژه در اوکراین یا حمله به اوکراین بکنن، باید جمهوری اسلامی رابطه با اوکراین خراب میکرد، باید رابطه با اوکراین تنش آمیز میکرد. و خب میبینید هم که به هر حال بحث فروش پهپادها رو اول تکذیب میکنن، موشک‌ها رو تکذیب میکنن، بعد آقای امیر عبداللهیان میگه نه حالا یه مقدار ما دادیم آزمایشی به روسا. این مسئله الان برای مردم ایران یه نگرانی در آینده وجود در حال ما به ارتش ملی، ما به یک نیروی نظامی ملی نهایتاً هر کشوری نیاز داره. و اگر ایران مثل بخواهد، یعنی دولت ایران بخواهد همین مسیر رو پیش بره و تسلیم مطالبات ملی مردم نشه، در آینده‌ای که جمهوری اسلامی باید قدرت رو به مردم واگذار بکنه، ای بسا یک وضعیتی پیش بیاد که کلن سلاح‌های دفاعی این کشور عزیز ایران رو هم زیر فشار بذارن، همون چیزی که مثلا در دوره صدام حسین یا در دوره در حال جنگ دوم جهانی ژاپن آلمان که اجازه ندادن ارتش‌های در خوره قدرت اقتصادیش میشه. این یه خطریه که الان میشه گفت در بلوغ سی جامعه ایران داره خودش نشون میده. و این مخالفتی که با روسیه دارن میکنن صرف این نیست که روس‌ها دارن حمایت سیاسی یا حمایت به اصطلاح امنیتی از جمهوری و نظامی در سوریه مثلا از جمهوری اسلامی میشه، بلکه فکر مسئله فراتر از اینه که در فردای یک دولت ملی و دموکراتیک ما به یک ارتش نیاز داریم. ولی اگر جمهوری اسلامی بماند و بخواهد با همین شرارت هایی که در منطقه داره و بخواهد به متحدی مثل پوتین رو به اصطلاح کنارش بایسته، در فردای آینده ایران اینا مضرات خودش رو در حیات ملی ما، در ارتش دفاعی ملی ما خواهد داشت. و از این منظره که جامعه داره نشون میده اون مخالفت خودش رو و واقعا به جد با دولت روسیه و حتی دولت چین، یعنی این دوتا دولت در آینده سیاسی ایران کمترین نقش رو خواهند داشت، کمترین به اصطلاح همکاری رو ما خواهیم داشت که مردم ایران باش میخواهند داشت. این خیلی به نظر من جالب بود که مردم در جنبش سبزم علیه روسا شعار دادن، ولی این بار قصه اینوالو بودن و ورود روسیه در صحنه بسیار سنگینه. یعنی الان اولا یه عده کارشناسان سپاه در روسیه پهباد درست میکنن، یه عده کارشناسان امنیتی روسیه در ایرانه. دبیر شورای عالی امنیت ملیشون اومد با شمخانی جلسات متعدد داشت و راه‌های سرکوب رو در واقع یاد کسانی میداد که خودشون در سرکوبگری استادن و این به نظر من خیلی قابل تأمل بود. نکته دیگر همسایگان ما هستند. از مثلا آذربایجان تکلیفش روشن کرده، زیاد با جمهوری اسلامی سر و کله نمیزنه. یا ترکیه همینطور خودش گرفتاری ها رو داره. عراق که به نوعی در اسارت هست توسط همین میلیشیا و وابستگانشون. لبنان همینطور، الان 4 هفته است نتونستن رئیس جمهورشون رو تعیین کنن چون حزب الله و سفیر جمهوری اسلامی نمیگذاره. پاکستان به نوعی. و اخیرا شنیدیم که یک نماینده ویژه از سلطان نشین عمان اومده به ایران و گفتن پیام‌هایی از جانب آمریکا آورده. آیا شما هیچ چیزی در این زمینه شنیدید؟
چیزی که حالت دیکا باشه، اطلاعاتی که بشه روش تحلیل سوار کرد، خیر کارتیز بیرون نیومده. ولی واقعیت این است که همینجوری که روسیه شوروی قدیم وقتی که از افغانستان شکست میخوره، وقتی که در لهستان شکست میخوره، عقبی این شکست ها خود کرملین میاد. به نظر من همین مسئله باری دیگه تاریخ داره تکرار میشه و شکستی که در اوکراین خواهد خورد روسیه، عقبش هم به ایران میاد، عقبش هم به برحال مردم لبنان، مردم عراق که الان شما خود میبینید عمده مخالفت ها جز سنی ها خود شیعیان هستن دارن با چیز میکنن. اما یه نکته که شاید بشه بعد یک به صورت یک گمانی تحلیلی مطرح کرد اونم این است که جمهوری اسلامی اگه احساس بکنه که شعله اعتراض و جنبش و علر جنبش ها محاصرش کردن، این هوشیاری ملی رو میطلبه که بخواهد دست به یک ماجراجویی منطقه‌ای بزنه، دست به یک جنگ بزنه، دست به یک حمله به اسرائیل بزنه و به یک نوعی فضا رو کاملا نظامی امنیتی کنه و یک حمام خون بخواد را بندازه علیه معترضین. و اینجاست که به هر حال ببینید ما در چه وضعیت، جامعه ایران در چه وضعیتی که از چند جنبه بزرگ استراتژی باید مراقبت بکنن از این ساختار جمهوری اسلامی که به اصطلاح ایران رو به نابودی نبره، ایران رو وارد جنگ داخلی نکنه، علارغم اینکه مردم تشبینن، علارغم اینکه نادر کردنشین اسلحه فراوانه، ولی شما میبینید مسالمت آمیز دست به صدا کرده و اینه داره جمهوری اسلامی رو خلد اطلاع میکنه. حالا ممکنه جمهوری اسلامی بخواد دست به یک ماجراجویی همونجوری که در کردستان عراق میزنه بکنه، بخواد از طریق حمله به نیروهای امریکایی در منطقه، در عراق، در اسرائیل، یک وضعیت اینگونه که به نظر من این میتونه یک خطر جدی باشه و جامعه ایران هم این رو به نظر من در بلوغ آگاهیشون وجود داره، در خودآگاه ملیشون وجود داره که به خاطر اینکه جلوی این شرارت ها رو بگیرن راهی جز فوران بیشتر و کمی و کیفی اعتراضات وجود نداره و نشون بده که جمهوری اسلامی با این سیاست ها هیچ گونه آینده ای در انتظارش نیست و به این شکل به اصطلاح اون جنگ طلبی و اون اهرامی که ممکنه بخواد ازش استفاده بکنه به اصطلاح، و وظیفه نیروهای سیاسی خارج از کشور هم اینه که تا اونجا که میتونه همینجوری که از داخل پیام صلح به منطقه میره، پیام صلح به جهان میره، نیروهای سیاسی و نیروهای خارج از کشوری همین پیام رو بدن که وارد دامی که جمهوری اسلامی ممکنه بند بکنه نشون که ضرر بزرگی هم مردم ایران و جنبش ایران خواهد کرد و هم خود این کشور خواهد. آصفی عزیزم، یه نکته که شایعی که پیچید خیلی زیاد که رژیم از هشت و شعبی و فاطمیون افغان از اینا یاری گرفته، آیا واقعا در عمل هم چیزی اتفاق افتاد یا اینکه خود اونا هم حاضر نشدن به جنگن؟ من گزاره خبری ویژه‌ای ندارم، شایعاتی بوده، ولی این رو که به صورت یک سراب باور ملی در اومده باشه جمهوری اسلامی الان داره از این نیروها برای سرکوب استفاده میکنه، زیاد جدی من نمیدونمش. به دلیل اینکه جمهوری اسلامی الان شاید اگر 500 عالی به سراب مهار سرکوب داشته باشه فعلا تو فاز دوم سومشه و هنوز اون به اصطلاح صدا قطع شد، مثل اینکه حالا دوباره سعی میکنیم با حمید آصفی. من واقعا نگرانشم چون در یه شرایط خاص. حمید جان صدای ما رو میشنوی؟ نمیدونم الان صدا اومد؟ اومد صدای شما، بله میشنویم. صدا تا کجا قطع بود؟ نه همین که داشتید میگفتید که من از کردم که جون نه بس من این نیروی چون بزاعت جمهوری اسلامی هنوز وجود داره برای سرکوب، البته ما نمیدونیم که ابعادش و نمیشه پیشبینی کرد آیا واقعا از همه این ظرفیت فرصت میکنه و یا انگیزه این نیروها وجود داره،
هنوز به اصطلاح وارد اون فاز نشده. بنابراین آوردن هشت شهری و نیروهای نیابتی به سرکوب داخل یه مقدار به نظر من مقرونه به صدا دوباره قطع شده منطق نیست و من پوزش میخوام. تفلک آصفی در یه شرایطی داره با تمامش روی لطفه به لطف به ایران فرداست، جای دیگه صحبت نمیکنه. و من سپاسگزارم از این دوست روزنامه نگار آزاداندیش که الان خدا میدونه دور از خانوادهش کجا چه جوری، نمیخوام اذیتش بکنم زیاد. همینجا نکته دیگه که ازت میخوام بپرسم، تا چه حد حضور دانش آموزا اسباب شگفتگی رژیم و چون ببین قبلا پدر و مادرها نمیذاشتن بچه هاشون برن، نگران بودن، ولی امروز دنبال بچه شون میرن. این یه تحول عجیبی است تو جامعه. واقعا اینو چطور تفسیر میکنی؟ خب یه جمله مقاله یا گزاره‌ای داره مرحوم مهندس بازرگان، میگه که به اصطلاح جوانان و سیاست یا بازیگوشی بازیگری جوانان با سیاست. نسلی که الان چه از نسل دانشجویی و چه از نسل دانش آموزی اساسا اون شاید تحلیلی که ما از ساختار حکمرانی جمهوری اسلامی داریم اساسا اینا ندارن و اساسا چیزی برای باختن ندارن، به دلیلی که چیزی هم به دست نیوردن که بخوان ببازن. و بعد اون ذهنیت هایی که شاید کنه‌کارهای سیاسی در دهه 60 از جمهوری اسلامی دیدن اساسا اینا براشون مفهومی نداره، میگن اون مال اون دوره بود و به درستی هم به نظر من تحلیل کردن. لذا ما میبینیم این نسلی که میگفتن فقط دنبال شادی که هست، دنبال سبک دیگر زندگی و سبک‌های مدرن زندگی هست که هست، اما برای همینم داره اون انرژی اتوپیایی خودشو، اون به اصطلاح روحیه اتوپیایی و آرمانگرایی خودشو نشون میده. من نشون میده که این نسل هم بدون آرمان نیست و پای آرمانش میمونه علارغم اینکه ممکنه جابون گلوله بخوره، زندان بره، چشمش از دست بره و هزار حادثه براش اتفاق بیفته. بنابراین مسئله از کردم تیر از کمان خارج، یعنی جمهوری اسلامی راهی به جز تسلیم شدن به مطالبات ملی مردم نداره و راه رو برای رفراندوم باید باز بکنه که بتواند به قول معروف کشور ما بتوانیم کشور رو حداقل کمتر تخریبش رو ببینیم. حمید آصفی، کسی که این 43 سال رو با هر شرایطی بود تحمل کرد، تا چه حد خوشبین به فردای جنبش و پیروزی ملت ایران است؟ بسیار تردید من ندارم، تردید ندارم که جمهوری اسلامی همه حکومت ها خواهند رفت، چه حکومت دموکراتیکش چه حکومت دیکتاتوریش، به هر حال حکومت ها یه پدیده انسانی هست. الان دیگه ما مطالبات ملی جامعه به سررسید ملی خودش رسیده، به سررسید نسل‌هایی رسیده که حاضر نیستن دیگه با شیوه های اصلاح طلبی، با شیوه های مدارا به اصطلاح رفتن پشت جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بخوان با حداقل گرایی به خواسته هاشون برسن. خواسته هاشون عینی واقعی و یک جا میخوان و تا نرسیدن به این خواسته ها و بعد اخشار دهه 40 دهه 40 50 60 و حتی 70 هم الان هستن خیلی هاشون در میدان، خیلی هاشون خوب شاید اگر نیومدن ولی همدلی ویژه دارن با دانش آموزان خودشون، با بچه هایی که دانش آموزن، با بچه هایی که دانشجو هستن. و جنبش اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه و راه مسالمت رو قطع نکنه که من یقین دارم قطع می کنه، همه اخشار روزی به صحنه میان و ما جشن بزرگ پیروزی رو می بینیم و جمهوری اسلامی نمی تواند به هر حال این نیروهای امنیتیشون، نیروهای نظامیشون، اینا هم بچه های ایران هستن، اینا هم نهایتاً تا یه جایی میتونن بیان، باورهای اینا هم تا حدی، اراده شلیک و اراده سرکوب هم
از دست خواهد رفت. من باور عمیق دارم که امسال و حتی ممکنه به هر حال به سال بعد هم یقینا کشیده بشه. من فکر میکنم یک موج‌های بسیار شورانگیز و موج‌های بسیار موفقیت آمیزی رو جامعه ایران و جامعه جهانی از مردم ایران تجربه خواهند کرد. بسیار عالی و منم مطمئنم پیشبینی شما همیشه درست بوده و برای اینکه با دقت و اعمال نظر به قضایا نگاه میکنی. به نظر من تا حالا چند تا دستاورد عملا تحقق پیدا کرده. یکی حجاب اجباری. به اعتقاد من دیگه عقربه ساعت به گذشته نمیتونه برگرده و حجاب اجباری تموم شد، رفت به کارش. یکی دیگه مسئله حضور زنان در اداره جامعه است. زنان به عنوان تصمیم گیرندگان نهایی در این جنبش خودشون رو نشون دادن و الان هم تو این شرایط هستن. و بعدم میرسیم به دانشجویان و کارگران، معلمان، یعنی تمام این اقشار در جامعه ما نقش خود رو باز یافتن، همبستگی دارن. اقوام ایرانی چه جور همبستگی نشون دادن؟ شما چطور قضیه رو میبینید؟ همون جوری که شما مطرح کردید همینه آقای دکتر، غیر از این نیست. یعنی واقعا من وقتی آرزو میکنم که رئیس جمهور آینده ایران یک فورد باشه، به عنوان یه لور، به عنوان یه فارد، به عنوان یه تهرانیشین دارم میکنم. و این وحدت رو و این عرق ملی رو و این نگاه به منافع ملی که در درون جامعه هست، واقعا کرد و لور و بلوچ و عرب و غیر و زالک نمیشناسه. و این چسب های اتحاد فروتره تجمیع میشه و این نخ های و این تصفیه پراکنده روز روز داره نخ کوچکتر و به هم نزدیکتر میشه. من روی این قضیه باور جدی دارم. آقای وقت زیادی نداریم، فقط یک سوال رو در پایان ازت میپرسم. پیوند اقوام ایرانی چه جور شکل گرفت؟ واقعا من حیرت زدم این پیوند که تمام ادعاهای رژیم برای جدایی طلبی داره همه رو ریخت تو سطل زباله. و این و من واقعا وقتی دیدم یک ترک ایرانی داره اشک میریزه برای مهسا و میگه من و کردها یکی هستیم و بعضی ها صحبت میکردن از رقابت تاریخی کرد و آذربایجانی و ترک و همینطور بلوچ ها، در حالی که بلوچ ها اسلحه دارن ولی اینقدر با مدنیت در برابر رژیم ایستادن. خود اینا شگفتی زدت نکرد؟ درد مشترک، درد مشترک، خواسته مشترک، ستم مشترک، کرد و لور و بلوچ، سنی و غیر سنی و مسیحی و یهودی و زرتشتی نمیشناسه. و نشون داد جامعه ایران که بر تمام این طبیقاتی که جمهوری اسلامی و برخن بعضی از گروه‌های سیاسی که فکر میکردن ایران داره ممکنه به مرز جدایی بره، بر تمام این بحث‌های اونفکری که احزاب اونوری خط بطران زد و بر همه اتحادیه بانی جمهوری اسلامی هم خط بطران. ممنونم عزیزم و وقت متقابل، ولی در این حال با هم هست. سپاسگزارم، وقت ما تموم شد. آرزوی سعادت، سلامت و امنیت برات میکنم و امیدوارم باز هم در آینده نزدیک با حمید آصفی عزیزم، روزنامه نگار اندیشورز آزاده، دوباره صحبت کنم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار.